هر وقت مغزت مخصص شد برید. خب بریم سراغ پوزیشن ابسولوت، ببینیم که ابسولوت چیه. با این ابسولوت در واقع چه کاره میشه انجام داد و یه قاعده ای رو باید یاد بگیری تو ابسولوت که هر جا میخواید ازش استفاده کنیم ببینیم به چه شکل. نگاه کن، من میام اینجا اینها رو شروع میکنم پاک کردن. الان میخوام بریم روی پوزیشن ابسولوت و خب پوزیشن ابسولوت دقیقا مارجین اینها رو داره. بیام اینجا ببینیم چه شکلیه. من اینجا سیکشن کلاس فرست رو پاک کردم. میبرم سیکشن کلاس فر نفهم توی ویژوال استودیو شیفت آلت اف، شیفت آلت اف رو بگیرید. خب میام اینجا مینویسیم ویت مثلا 150، هیت 150، بک‌گراند کالر هم مثلا هست همچه چیزی و یه سیکشن کلاس سکند رو هم میذارم اینجا و ویتسش رو میذارم 200 مثلا، هیتش رو هم میذاریم 200 و بک‌گراند کالرش رو هم میذاریم سبز. میام اینجا یه رفرش میکنم همچه چیزی اصلا مهم هم نیست آچه این شکلی شو اصلا اینو مهم نیست. خب میخواییم بیایم اینجا با ابسولوت شروع کنیم آشنا شدن. خب پوزیشن که به صورت بای دیفالت ایشون استاتیک هست، هیچ مشکلی هم نداره و F5 هم میزنم اوکی. کافیه من اینو بکنم ابسولوت. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. ابسولوت که میکنه اولین اتفاقی که میفته این هستش که شما وقتی ابسولوت میکنید مقدار رو منهای این که اگر اینجا بیاد جسم من وجود داشته باشه یا المنت من وجود داشته باشه به این شکل که شما دارید، یعنی اگه این بشه پوزیشن ابسولوت اولا کنده میشه رو صفحه، دومی که زیری میاد سر جاش میگیره میشه معکوس ریلیتیو. یعنی ریلیتیو شما جا رو از دست نمیدید. نگاه کن اینا مهمه، یعنی شما توی ریلیتیو الان من میخوام شروع کنم انیمیشن نوشتن، فردا میخوام اسلایدر بنویسیم، چه میدونم منو بنویسیم، تب بنویسیم، اینا برام مهم میشه. نگاه کن توی ریلیتیو شما عملا جات رو از دست نمیدی. خب این اتفاق خیلی خوبه، ولی تو ابسولوت اولین اتفاقی که میفته این هستش که جات رو از دست میدی، یعنی کنده میشه. خب این کنده که شد، حالا میام اینجا آیا من میتونم مارجین استفاده کنم؟ میام اینجا مارجین 100 پیکسل بذارم و یه F5 بزنم. خب ایشون مارجین رو میگیره از بالا و پایین چپ و راست رو میام اینجا قرارش میدم. بعد نگاه کن اینجا داره دیگه، معلومه دیگه. نگاه کن بالایی هست فرسته، فرست و پوزیشنه. چرا الان حواست باشه اینجا نگاه کن، این این فرسته است، اینه اول، اینه بعد این سکند است دیگه، درسته؟ خب من میام اینجا برمیگردم میگم که شما پوزیشنت بشه ابسولوت. ابسولوت که بشه جاش رو عدس میده. میام اینجا F5 میزنم، اول اتفاق میفته که جاش عدس میده. خب ابسولوت هم مارجین رو میگیره. حالا خیلی فکر میکنم مارجین رو نمیگیره، نه قشنگ مارجین رو میگیره و شما میتونی مارجین بهش بدی 1 2. حالا یه نکته خیلی مهم، من میتونم از تاپ و باتم و رایت و لفت رو هم تو اینجا استفاده ازش بکنم. میام میگم تاپ 0 لفت 0، چه اتفاقی میفته به نظرت؟ میره بالا سمت چپ. حالا برمیگردم بهش میگم که رایت 0، چه اتفاقی میفته به نظرت؟ نه اینجا دقت نگاه کن، رفت این سمت رایت 0. خب الان بهش میگم باتم چی؟ میاد پایین سمت راست. اگه بهش بگم باتم لفت چی؟ میاد به این سمت. اگه بهش بگم که مثلا لفتت هست کلک 50% منهای 150 پیکسل تقسیم بر 2، کجا میاد وای میسته؟ وسط. حالا اگه به تاپش هم بگم که کلک 50% منهای 150 پیکسل تقسیم بر 2، میاد کجا وای میسته؟ وسط وسط. الان نگاه کن، در هر صورتی وقتی این دستور رو شما میزنی ایشون قشنگ هر تو هر حالتی وسط وسط وایمیست، یعنی شما دیگه ایشون رو در هر حالتی وسط داری. میبینی اومدم با یه دستور خیلی ساده به نام پوزیشن ابسولوت. ابسولوت اولین کاری که اتفاق براش میفته میاد فضاش رو از دست میده، دو
میتونی از 4 تا پراپرتی تاپ و لفت و رایت و باتم استفاده بکنی. 3 میخوام به نکته مهمش برسیم، حالا قبل از اینکه حالا 3 رو بگم، 3 میام اینجا من میتونم از کلک استفاده بکنم برای تاپ و لفت و رایت و باتم کلک بذارم اینجا بیاد اجرا بشه، بیاد جا به جا بشه، یعنی قشنگ بتونم بیام بندازمش وسط. فرض کنم اینجا الان میام اینجا به این شکل هستش، خب برمیگردم میگم لفتت بشه چی؟ کلک 50% منهای 150 پیکسل و میاد وسط با میسه. خوشحال فکر میکنم که واقعا وسط افتاده. نه، چرا این وسط افتاده؟ پدر فرست کیه؟ بادی. نکته خیلی خیلی مهم، بادی پوزیشنش میدونید چیه یا نه؟ ریلیتیوه. خب چرا ریلیتیوه؟ میخواییم به یه اثبات بکنیم که چرا ریلیتیو هستش. خب بادی پوزیشنش ریلیتیوه، هر المنتی که بدون واسط توی در واقع بادی باشه، الان سیکشن فرزند مستقیم بادیه، درسته؟ خب بادی الان چی داره؟ دو تا المنت داره، یکی فرست یه دونه سیکن. خب سکن عملا من هر کاری بکنم اصلا تو بادی حرکت پرمش بگردم میگه من باتم اتصف ها مثل نگاه میکنه. چرا؟ چون پوزیشنش استاتیکه. ولی ایشون چون من بهش پوزیشن ابسولوت دادم، ابسولوت نگاه میکنه به پدرش، حواست باش، نگاه میکنه به پدرش. اگر پدرش ریلیتیو بود نسبت به پدرش میاد جا به جا میشه، اگر نبود میره یه لایه بالاتر نگاه میکنه ببینه پدر بعدیش کیه، یعنی پدر پدرش رو پیدا میکنه. اگر بازیشون ریلیتیو بود با نسبت به اون حرکت بود، اگر نبود همینجوری میره 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 تا برسه به بادی. بادی ریلیتیو دیگه، یعنی عملا شما وقتی پوزیشن ابسولوت میدی به جسمی، می نگاه میکنه به پدرش ببینه اگر ابسولوت دار ریلیتیو هست میره نسبت به پدرش شروع میکنه حرکت کردن. اگر نبود چه اتفاقی میفته؟ میره انقدر میچرخه پیدا کنه المنتی رو که ریلیتیوه، اگر نبود در نهایت بادی. خب حالا این چیزی که من دارم میگم برات سوال، خب یعنی چی؟ نگاه کن الان من آب خوردم، میتونم برگردم بگم لفت صفر باتم صفر، چه اتفاقی میفته؟ میاد پایین سمت چپ هم میگه قشنگ میتونم یه المنت رو تو هر جایی که دارم بخواد جا بجاش کنم. خب کاربرد داره. خب الان اینجا نه، ولی من میتونم از این چهار تا استفاده بکنم و چون بادی رو دارم ریلیتیو در نظر میگیرم نسبت به بادی شروع کنم حرکت کردم. اگه بخوام وسط نگاش دارم میام میگم کل 50% منهای 150 پیکسل تقسیم بر 2. تاپم مثلا برگردم بگم که کل که 50% منهای 150 پیکسل تقسیم بر 2 میزنم قشنگ وسط وسط وای میسته. چرا؟ چون نگاه میکنه این پوزیشنش ابسولوت، نگاه میکنه به پدرش، نگاه میکنه به پدرش ریلیتیو، بادی ریلیتیو نسبت به بادی میاد چه اتفاقی میفته؟ میتونه وسطش رو پیدا کنه. توی پوزیشن ریلیتیو این کارو نمیتونیم بکنیم. تو پوزیشن ریلیتیو چون ریلیتیو در واقع چه اتفاقی براش میفته؟ هیتش مشخص نیست. هیت مشخص نیست. آره دقیقاً هیتش مشخص نیست. لذا نمیتونه بیاد شما وسطش رو پیدا بکنه تو پوزیشن ریلیتیو. ولی تو ابسولوت ایشون چون پدرش رو نگاه میکنه میبینی حالا یه شخصی هستش که مثل بادیه ریلیتیو هستش، میتونه هیتش رو پیدا بکنه و وسط این وایس. خب نکته اول بریم یه مثال یه ذره واقعی تر بزنیم. میام اینجا به عمد برمیگردم میگم که سیکشن کلاس فرست مثلا، و اینجا هم یه سیکشن میذارم به نام کلاس سیکن و میام اینجا برمیگردم میگم که سیکشن کلاس فرست شما ویدثت بیاد بشه 400 پیکسل، هیتت هم بشه 600 پیکسل و بک‌گراند کالرت هم بشه ایشون و پوزیشنت هم میدم هیچی، فعلا هیچی نمیدم، یا مارجین بهش میدم 50 پیکسل اوتو. میام اینجا و میزنم ایشون رو میبینیم هیتش چقدر زیاد بود، چند دادم؟ آه زیاد بود. میذارم اینجا بنشین. خب این یه المنت. میام اینجا برمیگردم میگم سیکشن کلاس فرست شما یه فرزند داره به نام سیکشن کلاس سکند، بیا و ویدثت رو بذار
50 پیکسل هی تترو هم بذار 50 پیکسل بک‌گراند کالر تو هم بکن سنا کریمسون و الان بزنیم. خب طبیعتا تو این برنامه چون پدرش این هستش اومده اینجا قرار گرفته. خب اگه من ببینم پوزیشن ابسولوت چه اتفاق میفته؟ هنوز سر جاش. کافیه باش برگردم بگم ببین من میخوام تو بری لفت باتم، لفت صفر باتمت هم صفر. چه اتفاق میفته؟ چرا اومد اینجا پیدا کرد؟ چون پدرش ریلیتیو نیست. پدرش ریلیتیوه؟ نه. پدرش ریلیتیو نباشه میره دنبال چی میگرده؟ الان فرست پدرشه پیدا نکرد، میاد به بادی، بادی ریلیتیوه، اومد نسبت به پدرش جابجا میشه. پدر بزرگ میشه. پس کافیه که من این رو بکنم پوزیشنش چی؟ ریلیتیو. حالا چی میشه؟ یعنی اومد نسبت به پدرش شروع میکنه. حالا برمیگردم بهش میگم که خب من دوست دارم تو وسط این دیتای من قرار بگیری. میگم کلک 50% منهای 100 ندیه 50 پیکسل تقسیم بر 2 تاپت هم میگم کلک 50% منهای 50 پیکسل تقسیم بر 2 میزنم اینجا. این الان وسط این قرار گرفته. حالا همیشه خدا دیگه وسط این به هر ترتیبی خواهد بود و خراب هم نمیشه. نکات رو با هم دیگه اینجا اومدیم بررسی کردیم. پوزیشن ابسولوت در واقع بحث مارجین رو داره، پس از یه لحاظ شبیه به استاتیک هست ولی جای خودش رو از دست میده، در واقع مکانش رو از دست میده. خب مکان رو از دست بده نگاه میکنه به کی؟ نگاه میکنه به پدرش، ببینه پدرش اگر ریلیتیو باشه خودش رو نسبت به پدرش جا به جا. خب الان ما اینجا توی مثال کاملا مشهود شد و تونستیم بفهمیم. خب فهمیدیم که پس به چه صورت مقادیر بود. سوال هست بپرسید نیست بریم مرحله بعد. بپرسم بچه‌ها سوال. مارجین چیه؟